میکنم این از زیر بار مسئولیت شونه خالی کردنه. امروز به اداره آگاهی اصلی دیگه اومدم، اداره تجسس. در این اداره اونا نه تنها به آزمایش های پزشکی قانونی که قبلا شنیدیم میپردازن، بلکه امور پلیسی ماجرا رو هم پیگیری میکنن. اونا کسانی هستن که محل ورود گلوله رو بررسی میکنن، گلوله رو بیرون میارن، مسیر و فاصله قاتل و زمان شلیک رو هم حتی اندازه میگیرن. ببخشید آقای خادمی؟ خادمی؟ طبقه بالا، ممنونم. مستر خادمی؟ سلام، حالتون چطوره؟ ایشون آقای هاشمی هستن؟ امروز به کوچه ای برگشتم که همه اتفاقات اونجا رخ داده و سعی میکنم با کمک پلیس چیزایی رو که لازمه بدونم. میخوایم آخر کار اطلاعات بیشتری داشته باشیم. شاید بفهمیم گلوله از کدوم طرف شلیک شده. تقریبا یه 20 نفری هم به طور پراکنده این مسیر رو می اومدن دیگه، مثل ما یه چند نفری به این سمت می اومدن من از اینکه اون درخت رو از همین دست خیابون می اومدیم دیگه، همین وسط خیابون رو رفتیم توی این فاصله، چون به ماشین نزدیک شده بودیم، من سویچ دستم بودی خود منتر ماشین اونجایی که اون اتومبیل دوم سومی پارکه. بعد اومدیم اینجا، یه ترافیک بود اینجا، هم از سمت پایین ترافیک هم از این سمت ماشین می اومد. اینجا که رسیدیم تقریبا یه تاکسی سبز رنگ بود که حتی نزدیک دو من بخوره. من نزدیک تاکسی هستم، نگا پشت من به فاصله به اون سمتی اونجا هست حقیقت. اون رو وقتی که نگاه میکنین دقیقا میبینید که من سمت چپم، ندا سمت راست هستش. هنوز برنامه‌ریزی نشده کی میخواد صحبت کنه، رابطه اون میخواد صحبت کنه، کسی میخواد صحبت کنه. اما دوست دارم با ایشون صحبت کنم چون پزشک بوده. Why not? چرا نه؟ Some problem. چیزی که متوجه شدم اینجا یکی از جاهای اصلیه، جایی که اونجا کاربرد شکافی میکنن. منتظر میمونم که ببینم کی میاد بیرون. بالاخره میاد، داره تماسایی میگیره که بفهمه آیا اون باید با من همکاری کنه یا کس دیگه. نه بابا، هنوز اولش. به هر حال دکتر گفت که قرار پرونده مربوط به ندا آقا سلطان رو برام بیاره. ندا آقا سلطان. ما در واقع راننده تاکسی رو که اون روز اونجا بود پیدا کردیم. تصاویری که داشتیم شماره پلاک رو برداشتیم و تونستیم پیداش کنیم. چیزی که من میخوام بدونم اینه که اون روز اون چی دیده. سلام، حالتون چطوره؟ سر شادمان دو تا خانم اصرار کردن که تو رو خدا ما رو از چون اونجا خیلی شلوغ پلوغ بود، گفت ما وردا هر مسیری که میریم ما هم وردا فقط از اینجا ما بریم. بعد که رسیدیم سر خیابون خسروی بود فکر کنم، چون دیگه ترافیک سنگین بود مجبور شدم وایستم، حرکت خیلی کند بود. آره دیگه، ما از این کوچه اومدیم نگاه میکردم اون وقت دیدم یه خانومی با یه آقای مسنی با این داشتن یواش نم نم میمدن وسط کوچه، داشتن میمدن حدودای 3-4 متر مونده به ماشین من که حدوداً اینجاها بود که تیر خورد. من یه لحظه دیدم از دهن این خانم خون زد بالا، من فکرم خون بالا آورده، فکرم حالش به هم خورده. یه قدم دو قدم که اومد جلو دستش گذاشت رو سینه‌اش نشست. من یه گفتم تیر خورده، دو تا خانمی که پشت نشسته بودن وحشت زده حقیقت گذاشتن در رفتن، یعنی گفتم ترسیدم. نمیفهمم که چرا پیاده نشدی تا حداقل ببینید چه اتفاقی افتاده یا سعی کنید کمکش. زمانی که این اتفاق افتاد کلا یک دقیقه شد، جمعیت یهو ریخت دورش که اون آقای پژوهی دیگه شیشه اومد پایین، یه خب من دیدم اون اومد دیگه من کار نمیکنم. چرا نه، چرا شما نتونید دیگه؟ از اینجا متاسفانه ندا رو بردن. اینجا جاییه که ندا هنوز زنده و اونا اون رو میبرن و توی ماشین میذارن و به سمت بیمارستان میرن.
خب امروز ما اینجاییم. ما امیدواریم پویا هم خونه باشه. پویا راننده ماشینیه که ندا رو اون روز رسون بیمارستان. ممنونم از ملاقاتتون. متوجه شدم که داره کشور رو ترک میکنه و قطعا میخواستم قبل از اینکه کشور رو ترک کنه نذارم این اتفاق مثل بقیه اونایی که خواستم باشون صحبت کنم و کشور رو ترک کردن درباره اون هم بیفته. میخواید کشور رو ترک کنین؟ اونا گفتن که میخواین از کشور خارج بشین یا اینکه برای تعطیلات عید دارم میرم مسافرت. بسیار خوب. اینجا جوانا برای سرگرمی چه میکنن؟ یا رستوران یا تو خونه مهمونی. کار دیگه ای ندارد. یا باید رستوران برندید یا یه سرشون هم بالا شهریه به قالوش هم یا تو خیابون میچرخن دور باشین سوالی. اسمتون پویاست یا پویان؟ پویا. میخواستم از ماشینتون همون که ندارو با اون بردید بیمارستان فیلم بگیرم. نه ماشینم رو فروختم. این یکی از کسانیه که قبل ورود اونا به کوچه تو خیابون اصلیه. این نداست. اینجا. و ندا اینجا. و استاد موسیقی هم اینجا. ما عکس نسبتا خوبی داریم. بله، فکر میکنم اون همون مرد باشه، مردی که اینجا قبل اون اتفاق داره باش قدم میزنه. فکر میکنم این دوباره همون مرد باشه. مشتاقم بدونم که اون کیه. حالا بخش دیگه از این معما خیلی پیچیده. این عکس چاپ شده از گوردون براونه. چیزی که در این باره برام خیلی جالبه اینه که اگه به تفسیر CNN درباره این که چرا اونا نمیتونن چهره ندا رو نشون بدن برگردیم و یادمون بیاد، اینجا گوردون براون در این همایش بزرگ یا حالا هر چیزی که او درباره ارتباطات و ظلم صحبت میکنه، در زمینه درست پشت سر اون ما عکس ندا رو داریم که روی زمینه. این وضعیت تصویری مقابل چشم بیننده هست. اینجا عکس دیگه هم داریم. این مریم رجبی رئیس گروه MKO. چیزی که بهش فکر میکنم اینه که اونا مسئول خیلی از بمب‌گذاری ها و ترور ها در ایران بودن. اون در واقع سرکرده یه گروهیه که با عراقی‌ها در طول جنگ علیه ایران همکاری میکرد و این یعنی اینکه اونا مسئول کشتن تعداد زیادی از مردم ایران هستند. فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی به پیش، آتش. ممکنه با خدا تماس بگیری و بگی که عباس جاوید کارگر اون بسیجی اینجاست. من خوشحال میشم که بیاد اینجا و هر سوالی که داره بپرسه. ولی من هنوز من اصلا هیچ وقت اون عکس هم حتی نگاه نکردم تا اینکه این ایشونه. درسته؟ Believe me, it's the same person. میگن باور کن همون آقا هستن. Same person. ببین من الان دوباره جایی هستم که قبلا هم بهتون گفته بودم. خانم فرانکی از من خواهش کردن که من اینو به شما بگم که من الان آقای کارگر رو دارم میبینم. شما مگه سوال نداشتین از ایشون؟ آیا قبول میکنین که بیاین ایشون رو ببینین؟ بذار من بذارم رو اسم بگم. آره عزیزم. آره. خب بهش بگو که از قول من از آقای جاوید خیلی تشکر کن. بهش بگو واقعا خانواده آقا سلطان از تو ممنونن که خواهر منو به عرش اعلی رسوندی. بگو باقیش تو بمونی. خدای خودت و وجدان خودت. ولی فقط ازش تشکر کن. بگو باعث افتخار خانواده آقا سلطان و ندات کل دنیا شدی. همینو بهش بگو. بس سوالی نداری خدا جان؟ سوال؟ چه سوالی ازش دارم؟ سوالی ندارم ازش. What do you think when you hear نظرتون درباره حرفایی که از خواهر ندا شنیدید چیه؟ من فکر می‌کنم ایشون یه پیش‌قضاوت بوده انگامی انجام داد. یکی از دلایلش